سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من علی هستم خوش اومدین به ویدیو دیگه آقا بی مقدمه برین این تیکه از این ویدیو این سرکار خانم ببینید نخست وزیر و افراد دیگه که داشتن در کار بودن حتی از این پروژه ها با خبر نم چاپ رئیس جمهور آمریکا میشه رو حتی با قاب به قاب صحنه های ازش رو پیش بینی کرده بودن بله ایشون سرکار خانم مدگل هستن که معرف و حضور هستن راجع به این موضوعی صحبت میکنم قبل از اینکه برای ادامه موضوع رو بگم با خدمتتون عرض کنم که آمریکا اصلا نخست نداره یعنی ایشون دوباره تمام توته برش داشته میخواد راجع به موضوعی صحبت کنه اما از بی خوبون داره اشتباه میگه و چه عجیب مدگل این همه فالوور این همه چیز مگه میشه اشتباه کنه آقا مگه اصلا تالا ایشون حرفی رو هم درست زده من نمیفهمم چند وقت پیش من ویدیو گذاشتم گفتم آقا این آدم تو دایرکتش داره میگه شما میتونید برای مشاوره زندگی و جلسات مشاوره با من دایرکت بدین همین بزنین وقت رزرو کنین بعد ما اومدیم گفتم آقا این آدم با این ویدیوهای دریوری معروف شده هنوز که هنوز داره میگه نخست وزیر آمریکا یعنی دانش تاریخش در این حده چرا چه صلاحیتی داره مشاوره میده بعد میگن آقا های کنترل خش رفتنم چیکار کرده تکنیک گرفته دو سه تا کارگاه رفتم بعد اگه مگه کش که آدم با دو سه تا کارگاه چند ساعته که مثلا معلوم نیست اعتبارش چیه فرانه میتونی بیای مشاوره بدی بعد میگم آقا این آدم ویدیوهاش چرت و پرت داره توریهایی که به همین ربطی نداره رو به هم میچسونه اطلاعات غلط میده که ویو بگیره یه دوباره دو من من میگم خب این کس ربطی نداره اون در اون زمینه مشاوره میده کارش چیز دیگه است من دارم همین رو میگم کسی که تو زمینه ای که توش معروف شده هم نمیتونه درست کار کنه یعنی تو زمینه ای که به خاطرش معروف شدن پر از اطلاعات غلط و باگه کسی که به خاطر دوست پسرش اصولا معروف شده اومده داره در زمینه که حتی زمینه که به خاطرش معروف شده هم نیست سعی میکنه پرچمدار بشه و مشاوره بعد یک عده میرن به این خانوم پول میدن که بتونن باش مشاوره داشته باشن اونا هم من میذارم کنار یک عده مثل من هرسشو میخورن میگن آقا نکنید اینجور افرادو معروف نکنید به اینجور افراد حداقل دیگه زندگیتون رو برید یه دب میان به من و همسال من فش میدن که چرا به این آدم ها توهین میکنید دیگه اونا خیلی تباهن یعنی از اونا تباه ما دیگه نداریم والا هر موقع ما یوتیوب رو باز میکنیم طرف صداشو از اعماق وجود پانکراسش میاره بیرون یا شیطان پرسته هیچ چیم نره بعد از نظر یک عده توی یوتیوب فارسی ایران همه یا شیطان پرستن یا نمیدونم چی چی پرستن یا اونجا پرستن یعنی هیچ آدم سالمی نریم هم, هم, یا تو ماتریکس یا ماتریکس توشون یعنی کل وضعیت یوتیوب فارسی اینا این شد الان خودش کاتگوری شده برای ما چرا من هرس خورم چرا سری صحبت کردم تو این ویدیو نمیفهم خلاص که همین ویدیو رو گرفتم فقط همین یه تیکم هم یه جمله که برگشته گفتن نخست وزیر آمریکا کافیه که شما اگه این آدم سابسکرایب دارین سابسکرایب داشته باشین که هم ویدیوهاش صرفا به چشم سرگرمی نگاه کنین یعنی ویدیوهاشو ببینین مثل من اینجور سوتی‌ها رو از در بیارین بخندین همین بیش از این استفاده ای نه چنلش داره نه شخصیتش داره نه کارش داره یعنی اگه به عنوان بیش از این بیش از یک ابزاری برای مسخره کردن ازش استفاده میکنید باید به خودتون آگاهیتون و زندگیتون شک کنید خیلی رک و صادقانه دارم میگم هر کیم میخواد سر این ویدیو ناراحت بشه بشه فدای سرم خدای... همین دوستان اه... گفتم یه صحبت خیلی کوتاه و کوچیکی باهاتون کرده باشم لطفا 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 اینجور آدم رو دنبال نکنید قبل از اینکه یه سری چیزهایی که تو یوتیوب میشنم باور کنید خودتون برید چارتا تقریب کنید باورتون نمیشه حجم اطلاعات دریوری و علیکی علیکی الیکی الکی که این روزا وارد ذهن ما میشه خیلی دقت کنید هر چیزی رو باور نکنید هر چیزی رو گوش نکنید حتی به حرف خود منم که الان گفتم شک کنید یا این پایین بگین آقا شاید داری چرت و پرت میگی شاید دارم چرت و پرت میگم نمیدونیم به همه چی بها شک کنید خیلی دوستتون دارم امیدوارم ویدیو براتون مفید نبوده قطعا چی گفتم که بخواد مفید باشه اما حداقل 3 دقیقه وقتتون رو تلف کرده باشید به نفع احسن و اینکه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره کامنت انگلیسی برام هر کی این ویدیو رو ببینه کامنت نظر خره خاموش دارم خیلی دوستتون دارم فعلا خداحافظ